کوها و تپه ها یکی از زباله و کثافات به وجود آمدند و افرادی که در جستجوی اشیای مفید در بین این زباله ها می گردند. آن طرف هم جمعی برای کم ساختن حجم کثافات بخش را آتش زدند تا برای محموله های جدید جای پیدا شود. اما غافل از این که این دود و آتش چقدر انسان ها را به مرگ نزدیکتر می سازد. دود این کثافات در حال هوای آبی نایروبی را مکدر می کند که سازمان جهانی صحت در گزارش خود آلودگی هوا را سبب مرگ زودرس عنوان کرده است. در این اعلامیه آمده است که همین آلودگی محیط های داخلی و خارجی هر 5 ثانیه در سطح جهان جان 1 نفر را می گیرد. جین موتونی یکی از افرادی است که امرار معاشش به این کوه زباله وابسته است. اما هزینه سلامتی او خیلی زیاد است. ما در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم. مثلا امروز دود زیاد است. حتی نفس کشیدن هم مشکل است. و به دلیل دود حتی نمیتوانید هر کسی را که مقابلتان است ببینید. من جایی برای رفتن ندارم و چیزی دیگری ندارم. در جاده های نایروبی دود غلیظی از اگزاز وسایل نقلیه بیرون می شود. دودهایی که بارها ثابت شده است که باعث ایجاد مشکلات تنفسی می شوند. دکتر ودلس ندوبا، مدیر مرکز تحقیقات بیماری های تنفسی در مؤسسه تحقیقات صحی کینیا باور دارد که دولت ها باید برای دستیابی به مراقبت های صحی مشارکت قوی داشته باشند. این که سازمان جهانی صحت از دسترسی همگانی به سلامت حمایت می کند و آلودگی هوا را عامل اصلی بیماری ها معرفی کرده است یک گام عالی است. اما این نیاز به حمایت حکومت ها دارد تا در زیر ساخت هایی که مربوط به سلامت و صحت است سرمایه گذاری کنند. همچنان منابع زیادی را جمع آوری کنیم تا بتوانیم دسترسی مناسب به مراقبت های جمعیت های فقیر داشته باشیم. یکی از ابتکاراتی که می تواند در کینیا و تمام آفریقا تغییر وارد کند استفاده از گاز طبیعی است که باید توسط حکومت ها سازماندهی شود. سازمان جهانی صحت شعار امسال را سلامت من حق من است اعلام کرده است. از طرفی هم آلودگی هوا توسط سازمان جهانی صحت به عنوان یکی از نگرانی های اصلی سلامت نامگذاری شده است. دکتر یونس اومسا، کارمند فنی سازمان جهانی صحت باور دارد که روز جهانی صحت بهترین لحظه برای فراخوانی برای اقدام است. سازمان جهانی صحت هر سال 7 اپریل را به عنوان روز جهانی صحت تجلیل می کند. شعار امسال سلامت من حق من است که هدفش افزایش آگاهی در مورد سلامت و تندرستی است. آلودگی هوا یکی از اولویت های اصلی این سازمان است که ناشی از وسایل نقلیه، سوخت های فسیلی و همچنان زباله ها و کثافات انبار شده می باشد که سبب مرگ زودرس می شود. سازمان جهانی صحت از دولت ها می خواهد که به منظور استفاده از انرژی پاک و سوخت های مفید سیستم ها و ساختار های زیربنایی را ایجاد کنند تا در مقابل آلودگی هوا مقابله و مبارزه درست صورت بگیرد. اما به نظر می رسد هوای پاک برای مردمی که برای بقا به این کوههای زباله متکی هستند فاصله زیاد دارد. وکیل ساس، صدای امریکا.